بارداری یکی از مهمترین مراحل زندگی هر زنی به حساب میاد و هیچ مادری دلش نمیخواد کوچکترین آسیب به جنینش برسونه اما چیزی که خیلی به اون توجه نمیشه اضافه وزن دوران بارداریه دلیلش هم اینه که مادرها فکر میکنن از الان که بار دارن باید وعده های رو به اندازه دو نفر اضافه کنن اما متخصصان به این نتیجه رسیدن اینکه یه خانم الان بار داره نمیتونه دلیل خوبی باشه که از این به بعد با خیال راحت به جای دو نفر وعده های غذایش رو اضافه کنه همین اضافه کردن وعده های غذایی و چاقی دوران بارداری میتونه تاثیرات برگشت ناپذیری به جنین برسونه و این نوزادان در دوران کودکی و نوجوانی با مشکلات متفاوتی مواجه خواهند شد و از طرف دیگر مادرانی که اضافه وزن دارن یا در دوران بارداری وزنشون یهو بالا میره نوزادانی که از اونها متولد میشه سطح ضریب هوشیشون میتونه حتی تا 5 پوینت از نوزادان مادران نرمال هم کمتر باشه اما شاید برای شما هم جای سوال باشه چه مقدار کالری در روز برای مادران در دوران شیردهی و بارداری لازمه در چارت غذایی که متخصصان در این زمینه مطرح کردن نشون دادن اصلا لازم نیست تا 6 ماه اول بارداری مقدار مصرف روزانه کالری رو تغییر بدن این یعنی همون 1940 کیلو کالری که مصرف روزانه یک خانومه میتونه جوابگوی مواد مورد نیاز بدن جنین و مادر رو بده اما در سه ماه آخره دوران بارداری مادر لازم 200 کالری در یک وعده غذایی به مصرف روزانشون اضافه کنند و اصلا لازم نیست این وعده غذایی یک وعده غذایی سنگین باشه میتونه سالاد میوه یا سبزیجات باشه و در دوران شیردهی مادران لازمه تا سقف 600 کالری به مصرف روزانشون اضافه کنن و سعی کنن از نون سبوسدار، قلات کامل، سبزیجات، میوهجات و شیرهای کمچرب و پروتئین ها استفاده کنن و تا جای ممکن از خوردن مواد قندی ناسالم و شکلات ها و بیسکویت ها اجتناب کنن با ما همراه باشید برمیگردیم